به نام خداوند رحمان و رحیم، سلام و خوش آمدگویی به شما. در این برنامه ما به بررسی مفهوم بنی اسرائیل پرداخته و نقش مهمی که این اصطلاح در تاریخ و ادیان اسلام و یهود دارد را مورد بررسی قرار می دهیم. بنی اسرائیل به معنای فرزندان اسرائیل اصطلاح است که در سنت اسلامی و یهودیت به نسل‌های پسر یعقوب که به عنوان اسرائیل هم شناخته می شود اشاره دارد. این اصطلاح در داستان‌ها و روایات دینی از جمله قصه نبیان و واقعه الانبیا، واقعه موسی و آزمایش ها و تحولات مختلف تاریخی و دینی در ادیان اسلام و یهودیت تأثیرگذار بوده است. بنی اسرائیل در قرآن کریم نیز مورد اشاره قرار گرفته و نقش مهمی در تاریخ نجات بخشی اسلام ایفا کرده است. داستان‌های از نبیان اسرائیل و مخصوصاً حضرت موسی علیه السلام به تعالیم و آموزه‌های دینی اسلامی اضافه شده و در قرآن آمده است. بنی اسرائیل همچنان در یهودیت نیز جایگاه ویژه دارد و به عنوان مورد توجه اصلی در داستان‌های تورات و دین یهودیت شناخته می شود. اساطیر و افسانه‌های مرتبط به پیامبران و اسطوره های اهل اسرائیل بخش مهمی از متون مقدس یهودیت را تشکیل می دهند. همچنان بنی اسرائیل در ادیان اسلام و یهودیت نمایانگر مفاهیم مشترک می باشند که به تاریخ، تعالیم و تجربیات متقدمین ارتباط دارند. این اصطلاح اهمیت فراوان در دین و فرهنگ اسلامی و یهودی دارد و تأثیرات عمیق روی معنویت و تاریخ مردم این دو ادیان گذاشته است. این به پایان یافت. برای اطلاعات بیشتر در مورد مفهوم بنی اسرائیل و نقش آن در ادیان می توانید شبکه ما را RSG را دنبال کنید. اخبار و برنامه های تحلیلی ما تازه ترین اطلاعات را ارائه می دهند. از شما دعوت می کنیم تا با تماشای شبکه ما اطلاعات خود را به روز نگه دارید. Thank you.